بنام یاد خدا درس امروز خودش را بگیریم در برنامه ورد. ما شما روز پیش تب ریویو را مکمل خلاص کردیم، امروز هم نوبت تب ریویو رسیده که امروز تب ریویو را میریم و کارش میکنیم و میخوانیمش. ببینین در تب ریویو ما چند بخش داریم یا چند گروپ داریم. گروپ اول گروپ ویوز، گروپ دوم گروپ بخش شو و همچنان بخش زوم و بخش ویندو، بخش ماکروس. این پنج گروه یا پنج بخش ما امروز میخوانیم. بخش اولش ویوز پنج حالت داره یا پنج حالت، یعنی سندی که فعلا شما هستین در رویش اگر خواسته باشین حالت نمایش رو تبدیل بکنین، باز از بخش ویوز استفاده میکنین. معلومات رو درج کردین به شکل، حالا اگر خواسته باشین شکل نمایش سند یک حالت دیگه انتخاب بکنین، میشه انتخابش بکنین. مثلا وب لی اوت باشه، فرض مثال رید مود باشه، و یا هم پرینت لی اوت باشه. شما میتونید از اینجا شکل نمایش سند انتخاب بکنید. با پنج شکل یا با پنج حالت نمایش میدین، هر کدام رو که خواستین انتخاب بکنین، بعدا میتونید از اون استفاده بکنین. صحیح است؟ این پنج حالت نمایش است سند برای شما. دیگه که بیشترین استفاده را فعلا امو حالت پرینت لی اوتش داره، که ما هر اون موضوعی که خواسته باشیم با چاپ برسونیم، باز نوعیت امو نمایش سند ما رو چی انتخاب میکنیم؟ پرینت لی اوت انتخاب میکنیم. اگر رید مود میگم به این معنی که من میخوام بخونم، یعنی فقط برای خوانش، برای خواندن است، به مو خاطر شما میتونید انتخابش بکنید حالت رید مود، یا وب لی اوتش به خاطر وب اینترنت و آوتلاین شم به این شکل ترافیکم شکل چتال نویس. آوتلاین هم یک نوع نمایش از سند است که شما میتونید انتخاب بکنید، یعنی سند با کدام شکل نمایش داده شده شما میتونید انتخاب بکنید. میشه آوتلاین انتخاب بکنم و یک نوع صفحه است، پس دوباره بک میکنم و میایم به حالت پرینت لی اوت. خود بخش دیگه به نام شو داریم. در شو ما داریم رولر. رولر به معنای خطکش، رولر به معنای خطکش. شما میتونین ایرا فعال کرده و خطکش در برنامه بیارین و از این استفاده بکنین. این بود خطکش، شما میتونین که استفادهش بکنین، نگر نه پس غیر فعالش بکنین. گرید لاین گراف روی صفحه را نشان بده یا نه برای ما شما. اگر خواستین گراف نشان داده شو به شکل، آپشن فعال، در غیر صورت آپشن غیر فعال. نویگیشن پن، نویگیشن پن با کجا میگن؟ اینجا را نویگیشن پن میگن. امیر میخواین نشان بده یا نه؟ اگر میخواین که نشان بده آپشن فعال، اگر میخواین که نشان نده آپشن غیر فعال. نویگیشن پن یاس، نویگیشن پن شما میشه که بگین نشان بده و یا هم نشان نده برامون. اول وظیفه از بخش نویگیشن پن چی است در تب ویو و در بخش شو؟ این وظیفه چی است؟ مو شما اگر معلومات درج میکنه، مثلا کامپیوتر معلوماتش ویندوز، معلوماتش ورد، معلوماتش پاورپوینت و اکسس و معلومات درباره اکسس و همچنان فتوشاپ. این معلومات ما پنج یا شش عنوان برش انتخاب کردیم و هر کدام از این هم انتخاب میکنیم به شکل میریم برش ادینگ میدیم. در تب هم میریم ادینگ برش استفاده میکنیم. یک، بعد از اینکه ادینگ گرفتیم عنوان بعدیش هم ادینگ برش استفاده میکنیم، باز هم تمام عنوان ها را برش ادینگ استفاده میکنیم به شکلی که میبینیم و باز هم به شکل باز فرمت پینتر ویندوز و کامپیوتر عنوان. بعد از اینکه ما شما ایره برش ادینگ دادیم، اول اگر ما شما میریم نویگیشن پن انتخاب میکنیم، میبینید تمام عنوان ها در اینجا چی شده؟ لیست شده برای ما شما. بالای کدام عنوانی که میخوای بری فقط بالای اون عنوان کلیک بکو، بعدا شما را مستقیم بالای اون معلوماتش میبره و شما میتونید از این استفاده بکنید. مثلا ورد، فرض مثال پاورپوینت، اکسس، فتوشاپ و یا هر عنوان دیگری که ضرورت دارید. اگر بخش پیجش انتخاب میکنید، پیجش به این معنی که مرا بالای صفحه اول ببر، دوم ببر، سوم ببر، به شکل ریزالتش هم شما اگر کامنت و پیکچر و چیزا استفاده کرده باشین، باز بالای کامنت یا بالای پیکچر فقط شما را میبره و شما هم استفاده کرده میتونید. فعلا کاری نشده به مخاطب. یا اگر سرچ میخواین بکنین، مثلا ورد، تنها ورد میخواین، تگین از بین برام ورد چه میگن، جایی که در سند اگر ورد باشه کلمه برام ورد برام شما پیدا میکنه. و یا هم مثلا یک کلمه دیگه به نام یور هست در سند میگه هست، که این دیگه باز شما در تب هم خونده بودین که فایند میشه کار شو. اگر من بستم میکنم کنترل اف شورت کات و جای اصلیش دیگه، اگر من اینجا میرم بازم این صفحه برام باز میشه.
شکل میتونم سرچ بکنم از ریزالت، از بخش ریزالت هم اگر دیگه کامنت چیزام کار شده باشه میشه استفاده بکنین، و یا هم میشه که شما از تب ویو بین از این بخش از بخش ریزالتش استفاده بکنین. مثلا تکست اینجا براتون گفته چی چیزا پیدا میکنه، تکست پیدا میکنه، کامنت پیدا میکنه، پیکچر پیدا میکنه و معلومات دیگه که در سند به شکل برای شما گفته، و هم و همچنین شما میتونین با استفاده از این بخش کلمه یا تصویر یا کامنت چیزی را پیدا بکنین و خلاص. در کلی بود نویگیشن پن، من غیر فعالش میکنم. پس بخش سومیش به نام زوم است. زوم فقط وظیفه‌ش این است که سند شما را نزدیک بسازه و دور بسازه. وقتی شما میرین بالای زوم این شکل یک صفحه برای شما باز میکنم، میگه چند فیصد میخوای نزدیک بسازی، میشه که شما بگین به اندازه 200% برام چی بکو نزدیکش بساز، سند به اندازه 200% معلوماتش نزدیک میشه یا 100%، و یا هم میتونین دور بسازین، میگین به شکل دلخواه میگم باید 10%، وقتی میگین اوکی میبینین دیگه سند به شکل میشه، میگم نه خیر 100% و یا 200% به هر اندازه که شما خواسته باشه. آپشن دیگه به نام پیج ویت داره. پیج ویت اینجاست، اینجا اگر متوجه باشین به طرف راستش و به طرف چپش خالیگاه دارنه، جای خالی هست و فاصله هست. من میگم دیگه می فاصله از بین باید بره و یا می فاصله نباشه، حالا دیگه برابر بر صفحه چی میشه؟ نزدیک میشه. و یا می این دیگه قسمت میگن تکست، اینجا هم فاصله است، اینجا هم فاصله است، باز اگر خواستین برابر با تکست نزدیکش بکنین یک بار اوکی میگن. این فقط بخش نمایش است، این پرینت کار نداره. شما از ناممو تپ میفهمین که ویو فقط در حالت نمایش است، دیگه موضوع چاپ باز بیرون از این بخش است. و هول پیج باز شما نمیتا هول پیج یک صفحه رو میخوایم مکمل ببینیم، تنها یک صفحه، یک صفحه مکمل برام چه میکنه نشون میده. باز اگر ما شما میریم اگر میگم من پیج میگم هر چقدر صفحه که هست امور میخوایم ببینیم، اگر 100 صفحه است، اگر 10 صفحه است، اگر 20 صفحه است، یعنی مجموعه از صفحات برام نشون میده اینجا. بازم اگر ما انتخاب میکنیم 100% 100% دوباره نشون میده. وان پیج یک صفحه نشون میده، مولتیپل پیج دو صفحه نشون میده، بیشتر از یک صفحه دیگه سیست حالت مولتیپل پیج که ما میتونیم بالاتر از یک صفحه ببینیم یا دو تا صفحه ببینیم، اگر دور میسازیم میتونیم همزمان به شکل چندان را ببینیم. ما این حالت مولتیپل پیج، پیج ویت برابر یک صفحه چه بگو برامو نزدیک بساز. این بود بخش روزم، خلاصش کردیم. بخش دیگه برام ویندو داریم. ویندو نیو ویندو چه کار میکنه؟ نیو ویندو از این سند که فعلا بالاش هستیم اگر بخواین یک دونه کپی ایجاد بکنین باز میگه نیو ویندو، ولی اگر متوجه باشین میگه داکومنت یک کپی دومش است صحیح، و وقتی کپی گرفتین باز شما میتونین از این استفاده بکنین و اصلی هم به جای خودش است. شما وقتی واسه میکنین میتونین بک نام دیگه ثبت بکنین و ثبت برسونین. ارنج هول چیکار میکنه؟ در صورتی که ما چندین دونه سند داشته باشیم، مثلا دو هست میگیم کنترل ان 3 دونه شو، کنترل ان 4، کنترل ان 5، 5 تا سند داریم میگیم ارنج هول، هر کدامش که ضرورت است برین بالایش مکزیمایزش بکنین از او استفاده بکنین. بازم ارنج هول، بازم براتون میگم هر کدامش که نیاز است میشه ارنج، یعنی فول اسکرین بکنین و مکزیمایزش بکنین استفاده بکنین. اسپلایت تقسیم میکنه، کارسر یا اینجا هست میگم از اینجا تقسیم بکن سیست، این میشه یک سند، این میشه دیگه سند، از اون سند هم مثل نیو ویندو داره میشه که استفاده بکنین، که از یک باز کمتر استفاده میشه. پس دوباره ریمووش کردم. ویو ساید بای ساید، ویو ساید بای ساید معنیش پهلو در پهلو، یعنی پهلو در پهلو نشون بده، شما میتونید پهلو در پهلو ببینید سند. فعلا دو تا سند داریم نی ما، شما دو تا سند داریم، من میگم همین دو سند رو میخوایم پهلو در پهلو ببینیم، یعنی پهلو در پهلو نشون بده. وقتی یک دونه شو اسکرول میکنم هر دوش اسکرول میشه میبینید نی، اگر اینو اسکرول میکنم یا بالا پایین انتقال میدم دیگه سندم اسکرول میشه، اگر اینو انتقال میدم این سند پهلوش هم چه میشه اسکرول میشه و انتقال میکنه. چرا این کار میشه؟ خود از این رفا میدین که شما دو تا سند هم میتونین پهلو در پهلو ببینین. بعد از اینکه انتخاب کردین ویو سایت باشه، دو آپشن پایینی هم فعال میشه بر شما، سایکرونایز اسکرولینگ رست ویندو پوزیشن. اگر سایکرونایز غیر فعال باشه آل پین ببینین. اینا ما اگر اسکرول میکنم این جدا اسکرول میشه بالا پایین انتقال میکنه معلوماتش، و اینا هم اسکرول میکنم میام با طرف بالا پایین اسکرول میشه به شکل جدا سیست. یعنی اگر این آپشن فعال باشه وقتی شما یکیش اسکرول میکنین هر دویش اسکرول میشه، اگر غیر فعال باشه باز هر کدامش به شکل جدا باید شما چه بکنین اسکرول بکنین، یا با پایین و بالا انتقال بدین همو سنتان یا برین در یک زمان. ریسیت ویندو پوزیشن چیکار میکنه؟ ریسیت دوباره منظم کردن، ست تنظیم کردن یا منظم کردن
پرس دوباره منظم کردن. ویندو پوزیشن موقعیت همو ویندوی تانه یا همو پنجره شما میشه که منظم شد. یک داره به اندازه ساختم، یک دانه را هم به اندازه ساختم. این دو تا سند به شکل من در اندازه صفحش تغییرات آوردم، میگم نه پس دوباره به موقعیت اولیشون برگردان. با یک بار کلیک میتونیم به حالت اولی و به موقعیت اولی برگردانیم و ببینیم شان. مشکل خو نیست دیگه. این بود وظیفه بخش رست ویندوز پوزیشن. حالا هم ماکسیمایز میکنیم دوباره بعد از این. سویچ ویندوز، سویچ هم سویچ کردن است. میگن برو بالای داکومنت دوم یا برو بالای داکومنت اول یا برو بالای هر اون داکومنتی که اینجا لیست شده. اگر شما 100 دونه داکومنت می باشه مثلا کنترل ان، کنترل ان، کنترل ان، کنترل ان و کنترل ان، مجموع ما 9 سند یا 10 سند باز کردیم. میگم پس مرا ببر بالای داکومنت پنجم یا مرا ببر بالای داکومنت ششم فقط یا هفتم. یعنی شما در تب ویو یک بار میرین و تنها برای سویچ ویندو کلیک میکنین، مکمل داکومنت ها اینجا لیست میشه. بالای هر کدومش که خواستین سویچ بکنین، سویچ کنین، شما میرین به اونجا و از اون سند استفاده کرده میتونین. این بود بخش ویندو که خلاصش کردیم. بخش آخریش ماکروز. ماکروز چی کار میکنه؟ تنها دو وظیفه براتون میگم. ما کلوز آل ویندو میگم، بعدا از نو باز میکنم و بعد از اینکه از نو بازش کردم میرم در تب ویو ماکرو. سعی کنید ماکرو مثال ساده و مثال نمایی که زیادتر استفاده میشه. مثلا کامپیوتر دارم، من کامپیوتر خود انتخابش میکنم و در پایینم معلومات درباره کامپیوتر ایره مکمل انتخاب میکنم. میگم هر اون دیزاینی که برای فونت یا برای معلوماتم تطبیق میکنم یا برای متنی که درش کردیم تطبیقش میکنم باید ثبت شه. بس میگم خیلی دیکارت ماکرو. به نام چی؟ به نام ایلسی. اوکی، حالا ببینید علامه ثبت هم بر شما اومده. من اندازش هم میسازم اندازه خط 18، برجسته هم میسازم، دیزاین خطش هم استفاده میکنم تایم نیو رومان و یا هم میگم برنارد یا این شکل برنارد ام تی. یعنی یک نو استایل دیزاین خط است. همچنان میگم اندرلاین هم داشته باشه. خب اینمی کارهایی که من کردم میگم مکمل باید ثبت شده باشه. استاپ ریکاردینگ میگین، برنامه دانا بسته میکنین و حتی اگر کمپیوتر هم خاموش میکنین مشکل نیست. همین که شما برنامه را باز میکنین وقتی داخل برنامه میرین اگر تایپ میکنین خب به شکل عادی تایپ میشه، کامپیوتر رو معلوماتش هست. من میگم نه، بعد از اینکه من عمو دیزاین که چند از پیش ثبت کرده میخوام استفاده بکنم، باز میرم در بخش ماکرو، میگم ویو ماکروز. نامش چی بود؟ ایل سی بود. یک بار رن بگو بر شما عمو دیزاین چی میکنه میشه رن شوه و شما هم استفاده بکنین از این دیزاین. این بود یک مثال ماکرو. مثال دومی ماکرو رو ببینید. میرین شما در ویو ماکرو، اینجا هم انتخاب میکنین مثلا ورد داکومنت، میتونین از آپشن هایی که هست استفاده بکنین. فرض مثال شما میتونین از اینجا از بخش ستیشن استفاده بکنین، سعی کنین این نوت استفاده کرده میتونین، همی که یا بخش چارت استفاده کرده میتونین. اگر چارت میگین رن میکنه برای شما چی را؟ چارت. شما میتونین چارت درش بکنین و یا هم انزرت کپشن میتونین بکنین. انزرت کپشن که در کجا خونده بودین؟ در تب ریفرنس خونده بودین. و یا هم انزرت هایپرلینک کرده میتونین. شما میتونین هایپرلینک رن بکنین همون صفحه که در این قسمت هست. یعنی تمام آپشن هایی که هست در اونجا شما میتونین از اینجا رن بکنین و رن داشته باشین. یک این وظیفه دومیش. و وظیفه سومیش است مثلا ما میخوایم شارتکت تمام ورد داشته باشیم، یعنی خلاصه تمام شارتکت در ویندوز یا در کامپیوتر ما میخوایم استفاده بکنم و همچنان از ورد. وقتی شما این ورد داکومنت انتخاب میکنین اینجا نوشته بکنین، اگرچه در بین هست ما اگر به شکل پیدا بکنیم وقت ما را میگیره. پس من نوشته میکنم لیست کماند، کماند ها را برای ما لیستش بکن یا لیستش را میخوایم داشته باشیم. همین که رن گفتم دو گزینه برام میاد. Current keyboard setting و all word command. اگر all word command میگم فقط مشارکت آپشن هایی که در ورد هست اون را برام میگم. میگم نه خیر، تمام شارتکت ها را، همین که اوکی گفتیم برای ما شارتکت ها را مکمل چی میکنه؟ رن میکنه و میاره. حالا اگر ببینین بولت کنترل چی؟ کنترل بی اینجا گفته با اینجا هم شارتکتش. مثلا کنسل اسکیپ، فرض مثال چینج کیس شفت اف 3 و یا هم به راست اگر بخواین ببرین و یا هم پاک باید بکنین یک ساره یا کپی اگر بخواین بگیرین به می شکل. میبینین دیگه نه شارتکت داره. کات کلوز ادیت همه شارتکت داره.
مجموعه 10 صفحه شورتکت بر شما میده، شما میتونید از شورتکتش استفاده بکنید. این بود مثال سیومی و کار آخری در مکرو. و این بود درس امروز ما شما، یعنی تب ویو رو مکمل خلاص کردیم، شما هم تمرینش میکنین، 20 دقیقه هم بر تمرین دارین الی ساعت 2 بشه و هر اون سوالی که پیش اومد میتونین پرسان بکنین، جوابم حتما میگیرین و حل میشه. پس میشه که تمرین بکنین و سوال اگر پیش میاد پرسان بکنین. درس ما در اینجا ختم میشه و ختمش میکنین.